آقا سلام علیکم. ارادت خوبی؟ چطوری؟ خیلی خوش آمدی. بوسه افطارمان افتاد. بله، به وقت فراق. عطسه های عافیت را ارج ننهادیم پس. به به به، ببین چیکار کردم برات. این مدل خورما ترکوندم. گفت که ساوه شهره به انار است و بم به رتبش، یار ما نیز به شیرینی مرموز لبش. به به، چطوری؟ قربونت برم. چه خبر؟ امشب فقط چایی بنوشیم، قورت بکشیم. بله. و تو قصه بگو، حتی قصه حسین کرد شبستری. با افتخار، با افتخار. چه خبر؟ الهی فدات بشم، تو خوبی؟ الهی شد. یه ویدیویی داریم؟ بله، با هم ببینیم درباره تو و بعد گفتگو رو شروع کنیم. بریم ببینیم. بسم الله. یار میگویند کبیر شاعر پرور است، هم آسمان پرستارش و هم ریگهای روانش. حالا به اینها خرما و پرتقال و ارگ بم را هم اضافه کنید تا شاعری به نام حامد عسکری تحویل بگیرید. حامد خان عسکری 10 خرداد 61 در بم متولد شد، یعنی درست یک هفته بعد از آزادسازی خرمشهر. شاید اگر همکلاسیش علی رضایی که سگا داشت رمز بازی‌های سگا را به او راحت داده بود، عسکری شاعر نمی‌شد. اولین شعرش این بود: تو استاد سگایی علی آقا رضایی. دروس حوزوی و قضاوت خوانده و آن 11 ثانیه لعنتی پنجده 1382 نه تنها شهرش که شعرش و خودش را هم تکان داد. حامد آقای عسکری استاد نظم و غزل است، اما دستی بر آتش نثر و رمان هم دارد و تازگی ها هم مجریگری را به هنرهایش اضافه کرده. به چلچلی رسیده و حالا خودش ستاره‌ای در آسمان پر ستاره کبیر است. شرمنده کردیم. مخلصی شما است. مثل آن چایی که میچسبد به سر ما بیشتر، با همه گرمی با دلهای تنها بیشتر. درد را با جان پذیرای ما، با غمها خوشیم. قالی کرمان که باشی میخوری پا بیشتر. هیچ کس از عشق سوغاتی به جز دوری ندید، هر قدر یعقوب تنها شد زلیخا بیشتر. هر شب عمرم به یادت عشق میریزم عزیز، بعد حافظ خانی شبهای یلدا بیشتر. زندگی تلخ است از وقتی که رفتی تلختر، بغض جانکاه است هنگام تماشا بیشتر. بم که بودم فقر بود و عشق، اما روزگار زخم غربت بر دل ما کاشت اینجا بیشتر. بر بخار پنجره یک شب نوشتی عاشقم، خون شد انگشتم بر آجر حک کنم ما بیشتر. به دورت زنده. حامد جان، وقتی بچه بودی یه کتابی رو دوست داشتی بخری. بله. شاهنامه بود فکر کنم. بله. و بعد 450 تومان. بله. برای اینکه بتونی بخری مجبور شدی از قابلمه آشپزخانه مادر تا آفتابه بری برای فروششون که اون 450 تومان جور شد. جور میشه. چی بود ماجراش؟ ماجرا این بود که روبروی دبستان ما یک کتاب فروشی عظیمی بود، بزرگترین کتاب فروشی. بم خدا رحمت کنه آقای ایران نژاد رو، رحمت. خیلی مرد تنومندی بود. صبح با واکر می اومد توی یه مبل بزرگ چرمی از این پشتدارا فرو می رفت و شما این شکلی نبود که مثلا بگی یه مداد میخوام بره ورداره بیاره بهت بده. لوازم و تحریر، دفتر، کتاب، همه چی داشت. بعد من تو کتاب فروشی این قدم میزدم، روبرو مدرسه‌مون بود. یک کتابی بود که عکس یکی از این جنگ‌های شاهنامه، رستم با یه اژدهایی داشت می‌جنگید، این مشت اژدها فکر کنم نقاشی آقای صادق صندوقی هم بود. و این رو گرفته بود و من هی میرفتم به این پیرمرد میگفتم این چنده؟ دوباره فرداش این چنده؟ این چنده؟ خلاصه
یه روزی که شیفت عصر بودیم اومدم یه دونه این نمکی‌ها که اون موقع ما بهش میگفتیم ما بهش میگفتیم اینا اومد تو کوچه داشت جار میزد. من رفتم مثلا یه دومتر شیلنگ داشتیم، یه خورده نیکل داشتیم، یه خورده قابلمه اینا آتشخالای یه قابلمه هم برداشتم مثلا فرسودش کردم که بشود و دادم به این آقا و پول گرفتم. پول گرفتم و رفتم اون کتاب خریدم. چقدر گرفتی؟ 450 تومان. پولو که گرفتی بودو بودو رفتی پیش آقای ایران نشد. بله. پولو گذاشتی بهش گفتی که اون کتابو میخوام. بله بله. بعد چی شد؟ بعد گفت که تو خیلی اومدی دنبال این کتاب. گفتم آره. گفت این شعرها، شعر میدونی چیه؟ گفتم آره دیگه، توانا بود هر کی دانا بود ز دانش دل. گفت نه این فرق داره. و تو خیلی اومدی دنبالش، من اینو هدیه میدم بهت. آره. چه با معرفت. روحش شاد. چه با معرفت. خیلی مرد عجیبی بود و با بابام هم رفیق بود. ولی من هیچ وقت بابام خرج نکردم. من بابام موقع رئیس آموزش پرورش من بود. و آقای ایران نژاد توی خونه شون یه خونه باغ داشت پشت کتاب فروشیش. نخل‌های بلندی بود، بین این نخل‌ها رو فرش می‌انداختن. روزه‌خوان میومد روزه می‌خوند. و من این برمیگرده به عقب‌تر، به کودکی. چون دریافتی از روزه نداشتم، معمولاً رو پای بابام دراز می‌کشیدم. شب‌ها روزه بود. کامران هیچ کس توی شاخ و برگ اون نخل‌ها ندید اون جغد سفیدی رو که من می‌دیدم که می اومد روزه گوش می کرد و بالهاش هوف هوف هوف. انقدر دراماتیک بود، انقدر سینمایی بود. و من هی فکر می کردم که این یه چیزیه که من فقط می بینمش. بخاطر همین لذتش رو با هیچ کسی به اشتراک نذاشتم. اصلا آدمی دورت بگردم زاده سه چیزه: وراثت، خون، محیط و آموزش. یه تو ایام زلزله یه خبرنگار بلژیکی از من پرسید که شما کویریا دنیا رو یه با یه عینک دیگه میبینید، با یه جهان دیگه میبینید، چرا؟ گفتم فرقش همینجاست. کامران نگاه کن، این فرشه، این پارکته. من کودکیم و چهار دست و پا رو گل و مرغ و شکارگاه قدم زدم. این فرش زایده دست یه دختر تبریزیه، یه دختر کاشونیه، قصه داره. اون لحظه بغضش گره شده تو این فرش. کرمونی، کاشونی، قومی، تبریزی فرقی نداره. این ربات ساخته، یخه، پلاستیکیه، دروغ میگه. عجب کاری کرد آقای ایران نشد. آره. و بعد اون 450 تومن تو جیبت موند و بعد رفتی به باش لباس بغلش کالای ورزشی ایران، لباس استقلال. بله، یه دست لباس استقلال. اون دیگه پول گرفت. بله، اون دیگه شوخی نداشت. و استقلالی شدی؟ بله، من استقلالی شدم. یعنی از وقتی که تیم مس هم اومد توی لیگ برتر دیگه شدم مستقلالی. سوم راهنمایی بودی که رفتی حوزه علمیه. بله. درس خوندی. به عشق خودت بود یا اصرار خانواده یا هر دو یا هیچ کدام؟ بابام که مخالف بود، خیلی مخالف. تو کلم یه سوالایی بود که گفتم برم ببینم خدا پیغمبرم چی میگه. و رفتم سب گفتم بابا من خواهم برم حوزه. گفت خب آخوند بشی. گفتم آره. گفت سخته ها، من با روحیاتی که تو میشناسم سخت اذیت میشی. گفتم حالا فوقش تجربه است دیگه. گفت باش. رفتم ثبت نام کردم، یه کنکورکی دادم و بعد شدم طلبه. و چه ایامی بود کامران، چه ایامی بود. ببین تازه این تخم رو تو تک زدی، شکوندی.
و وارد یه جهانی شدی که آدم ثابت میکنه. 15-16 سالگی تو دیگه بله دوست داری تو دیگه با مادر تاکسی سوار میشی، یه نفر ثابت میکنه. متوجهی؟ و هی سوال و خیلی ایام خوبی بود. حجره شماره 9، من خیلی شبها به سلوک گذشت، نه به معنای عبادت، نه به معنای بندگی، به معنای مراقبت. و جواب اون سوالهات رو گرفتی؟ گرفتم، آره. و بعد زدی بیرون؟ من طلبه که شدم سال سوم پدرم گفت که یه دیپلومی هم بگیر، ضرر ندار. و رفتم در یک دبیرستان شبانه ثبت نام کردم. همزمان با اینکه در حوزه درس همزمان قاچاقی. یعنی حوزه‌ام مخالف بود و قاچاقی و هم کلاسی هایی که سربازی که آتش نشانی که اومده بودن دیپلم بگیرن در دبیرستان امام کرمان. به محضرت عارضم که بابا معرفی کرد؟ نه، خودم سنجو بونجو کردم، پرسجو کردم. و حوزه با روحیه شاعرانه ای تو سازگاری داشت؟ به شدت. مثلا منطق مزفر رو تو میخوندی، مثلا در تعریف علم منطق میگه آلتون قانونیتون تقسم و مراعات از ذهن عن الخطع فی الفکر، اول العلم معرفت الجبار و آخرها تفویض الامر الیه. حوزه به شدت ذهن رو کلاس بندی و قاعده مند میکنه. حوزه تنها تحصیلاتی که شروعش سخته و پایانش راحت میشه. ببین تمام کتابهای رفرنس حوزوی عربیه و توی 15 ساله باید بری الفیه ابن مالک، سیوطی، مغنی الادیب، مختصر المعانی، ارزم به حضورتون جامع المقدمات، صمدیه، هدایه، اینها رو بخونی. این کلنجار رفتنه، اینکه تو در 15 سالگی که پی کشف جهانی یهو میبینی عرب مثلا به شتر، ما به یک حیوان گردن درازی که لبهای پف کرده داره و زانوهای کبر بسته میگیم شتر. نر و ماده هم نداره، شطور شطوره. عرب به نرش یه چی میگه، به مادهش یه چی میگه، به سرخش و تکمیل ترین زبان جهانه. حیرت آوره، حیرت. و تکمیل ترین زبان جهانه. بله، مثلا یه استادی ما داشتیم، استاد فلسفه همون بود، میگفت که من یه جاهایی میخوام به فلسفه فکر کنم عربی فکر میکنم، چون زبانش عمق داره. و بعد دیگه رفتی برای اینکه دیپلم بگیری شبانه خوندی و بله. بعد رفتی دیپلم گرفتی و بله. بعد دیگه حوزه رو گذاشتی کنار. خیر، بعد کنکور دادم. آها. یعنی شد دمدمای کنکور. آها. به خودم گفتم آقا حامد کنکور میدی، حوزه رو هم ادامه میدی جلو آینه. و کنکور دادم، حقوق قبول شدم. گفتم ایول، حقوق و همونه دیگه، من همه رو خوندم، این گازکش میریم. ترم اول زلزلش بره. از زلزله و عشق خبر کس ندهد، آن لحظه خبر شوی که ویران شدی. اون 11 ثانیه. این درسته که تو همزمان بیش از 300 شماره تلفن از دفترچت بعد از زلزله پاک کردی؟ نگاه، یه خانواده های تو بم کامران اسم زنده ها رو تو رقعه نوشتن. مرده ها بیشتر از تو کاغذ تو رقعه جان میشه. تلخ نکن برنامه رو، این نوروزه. ولی من اونجا بودم. بعد از زلزله بم من خبرنگار بودم. بله، و یادم همین بلوار اول بم. آره بله، آره. و بعد برای گفتگو ویژه واسه بخش خبری گزارش میفرستادم. تو یادت نمیاد من یه بطری آب معدنی از دست تو گرفتم؟ تو رو خدا. آره، و گفتم آقا کامران من اینجوری رادیاتوری ریختم، گفتی مال خودت. چند سال گذشته؟ خیلی، 19 سال گذشته.
خیلی روزهای تلخی بود برات. اون زلزله تو رو تکون داد و تو رو شاعر کرد. ببین آقا کامران، من زلزله هجرت من بود. من با مرگ چای نوشیدم، قدم زدم، لمسش کردم. این دستام هنوز به یادت میفته حامد، اون گاز آردل آشپزخونه مادر، اون کاشی ها، اون زنگ خونتون بلبلی بود. یه من الان دارم خونم تعمیر میکنم، بعد یه کاشی های قدیم بود، یه شرکتی کاشی تولید میکرد به نام ایرانا. بعد تو میرفتی مثلا هر 10 متر کاشی یه دونه کاشی بهت میداد که روش نوشته بود ون یکاد، روش نوشته بود ید الله فوق ایدیهم، روش نوشته بود مثلا خدایا برکت این خانه را فراوان کن. 5 تن بود، اشانتیونش بود. چند وقت پیش رفته بودم برای خونم کاشی بخرم و الان مود شده دوباره، برگشتیم به همون وینتیج بازی و کلاسیک بازی و نوستالژی بازی. من لنگه اون کاشی رو دیدم و هیچ وقت فکر نمی‌کردم با دیدن یک کاشی گریه کنم. من خونم بعد از 19 سال کامران هنوز اتاق خوابمون لوستر نداره. تون ماهی رو با اکراه میخورم. اهل غور و نق و لوس کردن هم نیستم. 40 سالم شده. 32 تا دندون دارم. بزرگ شدم. ولی یه زخمای هویت تو هن، آبروی تو هن، عزت تو هن، ماهیت تو هن. تو باید بهشون مراجعه کنی و نازشون کنی این زخم رو. خاروندن زخم کیف میده دیگه. ریشه بیخنگوش نی اذیتت کنه. یه زخم های باشکوهیه. شانت را دیر آوردی، سرم را باد، سرم را باد برد. خشت خشته آجر آجر بیکرم. من بلوتی پیر بودم، پای کوه بلند، نیم اماتای سوخت، نیم دیگرم را باد برد. از غزلهایم فقط خاکستری بانده به جا، بیت‌های روشن و شعله‌ورم را باد برد. با همین نیمه، همین معمولی ساده بساز. دیر کردی نیمه عاشق‌ترم را باد. دیر کردی نیمه عاشق‌ترم را باد. اگر یه ماشین زمان داشتی برمیگشتی به یک روز قبل از زلزله بعد، خب چه می‌کردی؟ یه تیم تصویربرداری خفن با 50 تا دوربین آفیش میکردم و از همه کوچه پس کوچه های شهر، از سانتیمتر به سانتیمتر خونه فیلم میگرفتم و همون 24 ساعت رو فقط به بیبیم میگفتم حرف بزن، به پدر بزرگم میگفتم آواز بخون.